دهمین شرکت بزرگ دنیا که بزرگترین ماشین ساز دنیا هم است توسط پسر یک کشاورز تأسیس میشه. این آقا پسر گل خیلی به ماشین سازی علاقه داشته، واسه همین سفر میکنه میره به آمریکا، میره به دیترویت تا از فورد ماشین سازی رو یاد بگیره. بعدها برمیگرده به ژاپن، سال 1933 اولین شرکتش رو تأسیس میکنه، تویوتا. حالا اسم خودش تویودا بوده، بعد اسم شرکتش رو میذاره تویوتا که یه دلیل مفصلی داره که بعداً بهش میپردازیم. تویوتا کار خودش رو در حالتی شروع میکنه که تمام بازار ژاپن دست جی ام و فورد موتورزه. خلاصه داستان رو بخوام بگم، اصلی ترین دلیلی که تویوتا تویوتا میشه به خاطر اینه که به تمام مشتریاش میگه که هر بلای سر ماشینام اومد من مجانی برای شما تعمیر میکنم و اگر نتونم تعمیر بکنم ماشین رو جایگزین میکنم. و از اونجایی که تعمیر مجانی بوده، واسه اینکه مجبور نباشن ماشیناشون رو هی تعمیر بکنن، رفته رفته ایرادها رو شناسایی میکردن و برطرف میکردن که کار خودشون کمتر بشه. واسه همین تویوتا تبدیل شد به خراب نشدنی ترین برند دنیا. این یک کرولای کراسه که رقیب اصلی سوبارو کراس تریکه که دو ساعت پیش آوردیم تستش کردیم و دقیقا مثل سوبارو کراس تریک یه موتور 2 لیتری توربو شارژ داره و هایبریده. فرقش اینه که توی این دیگه 150 اسب بخار نمیگیری، توی این 197 اسب بخار میگیری که قدرت کافی برای یه شاسی بلند کوچولوه. اما سواریش محشره. اگه بخوام با اون مقایسه بکنم، این خیلی سواری بهتری داره. سر پیش قشنگ خودش رو میگیره، حس میکنی که چسبندگی کافی و لازم رو داره. طراحی بیرونش هم که هر کسی که ذره ای از سلیقه بو برده باشه حتما اینو ترجیح میده، چون واقعا طراحی بیرونش بی‌نظیره، خیلی زیباست. طراحی داخلش هم فوق‌العاده است. اگر بخوام اینو بذارم کنار سوبارو کراس تریک، خب 100% این ماشین خیلی خیلی بهتریه و واقعا نمیدونم چرا باید یکی بره سوبارو بخره. تنها نقطه منفی که داشت طراحی داخلش ولوم ضبطه که توی اون دوربین هم حتما میفته، دکمه ایه. همه ماشینا از این گردا داره که میچرخونی بالاخره ولومو کم و زیاد میکنی، ولی این دکمه است. اما مصرفش، این نسبت به سوبارو کراس تریک 2.4 لیتر مصرف سوختش کمتره. 2.4 لیتر، همون موتور یعنی از نظر سایزی و قدرت بیشتر، یعنی 47 اسب بخار بیشتر داری، 2.5 لیتر در هر 100 کیلومتر کمتر سوخت مصرف میکنی و نمیدونم چرا باید بری اونو بخری. بعد بی صدا بودنش، من الان دارم از سرعت هم بذاره برم بالاتر، الان دارم 80 تا میرم. حتی اگه اینجوری هم حرف بزنم شما صدای منو میشنوید. سواریش عالیه، پیچا رو راحت میتونی باش بپیچی، ولی خب به هر حال این یک ماشین شاسی بلنده و باید یه ذره آفرودی هم باشه، چون یه شاسی بلند 2 دیفرانسیل حتما باید بتونه که آفرود بره. حالا میخوام یه ذره توی آفرودی بودنم تستش کنم ببینم که چطوری هست. چند هفته پیش که سوبارو کراس تریک رو تست کردم میدونستم که کرولای کراس از اون بهتره، ولی نمیدونستم که چقدر بهتره. کیفیت متریال داخلیش باور نکردنیه، دوربینش دیده کافی داره، اینفوتیمنتش انقدر ریسپانسیو و سریع تا تاچ میکنی همه چیز اتفاق میفته داخلش.
آدم هضم میکنه و موتورش قدرت کافی داره دیگه، 0 تا 100ش یه سال و نیم طول نمیکشه، تا پاتو میذاری رو گاز سری کیلومترش میره بالا، که همه اینا نقاط مثبت این ماشینه. از همه اینا هم که بگذریم این اقتصادی تره، با اینکه همون قیمت سوبارو کراس ترک، ولی این 2.5 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف سوختش کمتره. کلا بخوای حساب بکنی 10 هیچ از اون جلوه. و اینکه اگه به من باشه برای یه دونه SUV خانوادگی، اونم سایز کوچیک که هایبرید هم باشه و مصرف سوختش پایین باشه، این بهترین آپشن. حتی اگه اینجا هم نگاه کنی، خود کرولا هم اینجا با افتخار نوشته که بهترین شاسی بلند خانوادگی کوچیک داخل سوئد، نه فقط سوئد، تو تمام اروپا. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. هفته بعد با یه ماشین توپ دیگه میبینیمتون.